بعد مردم میگن آقا اینجا ایسکا صلواتیه، چرا آب نمیدن؟ چرا غذا نمیدن؟ بگو یکمی شبیه راه کوفه و شام شده. اجازه میدید من یک مناجاتی داشته باشم. اخیراً مقام معظم رهبری فرمودن اربعین نمیتونید برید کربلا، برید مناجات کنید با حسین. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویم. روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن. بشینن امام حسین علیه السلام شکوه کنن، بگن یا سید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم، نشد. سلیمان جان از طرف مرسلان. این که مقام معظم رهبری فرمودن بشینید مناجات کنید، بگید حسین ما میخواستیم بیایم نتونستیم، فداتون بشن اربعینی ها. این تجربه خود مقام معظم رهبری سال هاست دوست داره بره و بعد نشسته، حتما اینجوریه، گفته حسین میخوام بیام نمیتونم، شرایط ندارم، و بعد نورش رو دریافت کرده. الان داره به جوونا، به بچه های خودش میفرماد چی؟ شما هم همین کار رو بکنید. اجازه میدید من مناجات کنم؟ یا ابا عبدالله امسال ما رو راه ندادی اربعین، خوب برات سینه نزدی؟ زن و بچه هامون خوب خاکی نشدن تو اربعین؟ خوشت نیومده از ما؟ یا اومدیم اربعین وفادار نموندیم؟ چی بود آقا قصه؟ شاید هم یه دوری یا ابا عبدالله انداختی برای عاشقانت که عاشقترت بشن. یا ابا عبدالله راه اربعین تو باز کن، این دفعه بیام مؤدبانه تر بیام. قول میدم تا گرسنه شدم غذا نخورم، مثل بچه های تو که بوی غذا به مشامشون در این راه میرسید و غذا نمیخوردن، نمیدادن غذا به بچه ها. قول میدم یکمی به خودم بیشتر سر میدم، فقط تو این راهو باز کن. ارید و وصالک و ترید و هجری فاترک و ماهوری بله ما تولید. من وصال تو رو میخوام، اما تو من گفتی دور باش. باشه من دور میباشم، چون تو گفتی میخوام حرف تو باش. فداتون بشم، مناجاتی باید شد در خانه ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله یقیناً ما کم گذاشتیم برای تو، این که مسلمه. شما بزرگواری، شما یه کسی برات آه بکشه دستشو میگیری، ولی اینا کار امام زمان رو راه نمیندازه. اگه راه مینداخت آقا اومده بودن، یا ابا عبدالله این راهو باز کن. با آخرین رقممون 3.3 میلیون اومدیم، راهو باز کن، ما کمک میکنیم دو برابر این جمعیت بیاییم اربعین با کمترین زحمتی که به همه بخواد وارد بشه. تلاش بیشتر میکنیم، سعی میکنیم تفریحی نیاییم، وظیفه است. نمیخوام بگم فلسفه این شرایط به وجود اومده، قطعا ولاجرم مال کوتاهی های ماست. ما همیشه باید بین خوف و رجا باشیم. امام حسین عاشقاشو جمع کرد، یه حالی اینا بهشون داد، از نظر معنوی چه لذتی بردن، گفت خب حالا یک کمی فراغ ایجاد کنیم برای یک عاشق، خوبه این آب و کباب بشه، تربیت بشه، بعد دوباره تحویل بگیرن. بالاخره گاهی اینجوریه. میفرماد میبینم بنده من نماز شب میخونه، عبادتهای خوب میکنه، برای اینکه غرور نگیردش یه شب میخوابونمش، نمیذارم بیدار شه نماز شب بخونه، نماز صبحش هم قضا میشه. اون هم میشه میگه خاک بر سر من، ای وای من. بعد خدا میفرماید این مذمتی که کردی بهتر از اون گریه هایی بود که کردی، خیلی باحال، تقویت میشی. نمیدونم، شاید امام حسین خیلی شما رو پسندیده، خیلی خوشش اومده، میخواد این کارو بکنه. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف من را بشکست لگی؟
رفقا گفتن این 40 چیکار کنیم حالا الان تو این شرایط؟ رفقا گفتن این 40 چیکار کنیم؟ گفتم خب باشه، تجمع اگر نمیشه تو بعضی از شهرها خب تجمع نشه، خیابون که میتونیم موکب بزنیم. گفتن آقا قضا دادن تو موکبها هم مشکل داره. گفتم خب قضا نده، یه موکبی بزن، یه نواب و نمایی از 40 تو شهر باشه، چه بسا خدا خواسته شما این موکب‌ها و اون جاده نورانی نجف اشرف تا کربلا رو بیارید تو شهرها. بعد مردم میگن آقا اینجا ایسکا صلواتیه، چرا آب نمیدن؟ چرا غذا نمیدن؟ بگو یکمی شبیه راه کوفه و شام شده. دست بر نداریم از 40. اگر امسال نشد انشاءالله سال بعد راه باز میشه. من یقین دارم همه شما 40 با یه حال دیگری خواهید رفت، یک حالی که برید انشاءالله بدون مهدی فاطمه برنگرد.